نامه خداوندگار زیبایی ها، سلام هم خدمت که شما دوستان عزیز، مخصوصا تو عزیزی که نه بجای برنامه خودت پیوستی، امید براتون صحت من باشه، یک روز بسیار مقبول آغاز کرده باشیم. نعمت الله هاشمی هستم، خوش هستم که باسم مهمان خانه های شما ایزان هستم، یک مهمان بسیار عزیز، یک جوان و یک آینده دار برای افغانستان. امروز هم مهمان برنامه خودتان، مهمان برنامه روز از نو هستن، حتما همراه نامش آشنا هستین. اما نمیدونم چند وقتی است که نیسته و همون دلیل رفتیم پیدایش کردیم آوردیمش تا اینجا. سوال بسیار زیاد در ذهن ماست که پرسان میکنم. اول دوستانم سلام، عبدالله افغان، خوش آمدی، چه حال داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله افغانی هستم از ولایت قندوز، از رسول امام صاحب. سلام و احترامات خود تقدیم میکنم اول به شما و به دوستان و همکاران عزیز تلویزیون نگاه، و همچنین به همه هموطنان، چه کسانی که در بیرون یا چه داخل کشور هستن. بسیار خوب، صحت خوب است؟ سلامت باشین. چیکار باشین؟ شما خوب هستین ان شاء الله؟ کل چیز خوب هستین؟ الحمدلله، خدا رو شکر است. خب اول می‌خوام پرسان بکنم که چطور شد که یعنی چند وقت نیستی در رسانه‌ها، نیستی هم تو گفتن تو گم هستی؟ بله، خب در این جوابتون من دو حرف دارم. یکی ای است که میگه وقتی شیر در جنگل دو قدم عقب میره مقابل دیگر چیزا، معنایش این است که وقتی او دو قدم عقب رفت او گریخت یا او میخواد بگریزه. او دو قدم عقب رفتنش برای آمادگی بیشتر و حمله بهتر است. خب یکی خوب. پلان ما ای است. بعد حرف بعدی هم ای است که من مصدوم هستم دیگه، چون مصدوم هستم به خاطرم یک کمی از رسانه و از اینا دور ماندم و انشالله کی مصدومیتت خلاص میشه که بتونی باز پس بیای و کارهای فریستایل تو شروع بکنی. انشالله امیدوار هستم که به زودی، چون راه حلش حالا پیدا کردیم انشالله، بعد با بدون دعای هموطنان و دوستان عزیزم امکان نداره. امیدوار هستم که من از دعای فراموش نکنم که من انشالله به زودی خوب شم. انشالله که شفای عاجل برای تمام مریضا داریم. از کجا شروع کردی عبدالله؟ میخوام بدانم که اصلا ورزش فریستایل از کجا شروع کردی؟ چند ساله بودی؟ و اصلا فکر میکردی که در این سطح برسی؟ نه، هیچ وقت این را فکر نمیکردم. ما بعضی وقت مثلا میرفتیم لباسای ورزشی چیز بخریم، بعد یه تبلیغی را میدیدیم که نوشته بود impossible is nothing، یعنی هیچ چیز ناممکن نیست. ما این را اصلا قبول نداشتیم، بعد میخندیدیم. فریستایل خب ما در دبی شروع کردیم زمانی که ما فوتبال بازی میکردیم. در وقت فوتبال بازی کردن مثل بازیکن‌های بزرگا یه چند تا حرکت می‌زدیم، چند تا حرکت ها اینا رو در برای گرمی و نرمش کردن اینا انجام می‌دادیم. بعد یک مسابقه برگزار شد در دبی که برنده اون مسابقه را می‌بردن اسپانیا، می‌بردن برای یک هفته باشگاه بارسلونا، می‌بردن و برای از باشگاه بارسلونا برای هفته بعد لندن می‌بردن در باشگاه چلسی. یکی از دوستام زنگ زد، گپ سال 2008 است، از دوستم زنگ زد گفت عبدالله جان، اونم افغانی هستم، گفت عبدالله، گفت ایتوری یک مسابقه ای است. حالا اگه مسابقه رو میگفت من میپذیرفتم که مسابقه است، اشتراک میکنم، ولی گفت اگه برنده شوی انشالله، گفت میبرن چلسی و بارسلونا با مسی و مثلا مسی و تری هاندی سیسک فابریگاس با اینا در دو کشور ملاقات میکنیم. گفتم خواهش میکنم تلفن قطع کن. گفتم حالا مسابقهش اوکی مشکلی نبود، ولی گفتم اینا دیگه اصلا امکان نداره. بعد خیلی التماس کرد، خواهش کرد اینا، گفت حالا بریم. رفتیم اونجا در مسابقه اشتراک کردیم دیگه، الحمدلله خدا رو شکر دوم شدم در سال 2008. بعد یک هفته ما رو بردن اسپانیا، یکم مشکلات پیش آمد که نشد بریم، نتونستیم بریم بارسلونا متاسفانه. بعد یک هفته ما رو بردن لندن، بردن در باشگاه چلسی بودیم با بازیکن بزرگ مثل سیسک فابریگاس و فرانک لامپارد، پیتر چک، اسین، با بهترین بازیکن‌ها. بعد درست است که ما اسپانیا نرفتیم و مسی را ندیدیم، اما هدیه‌های چیزایی که مثلا قرار بود بازیکن‌های بزرگ برای ما بدن، جایزه، اونا را همه ما در اسپان در لندن به ما آوردن، از اسپانیا آوردن در لندن، که ما یک تیشرت دارم از خود لیونل مسی که امضایش از روی لباس، از فرانک لامپارد دارم، همچنین از سیسک فابریگاس، از تریونری، پیتر چک و از چند از بازیکن‌های دیگر. خب یک وقتی آرزو داشتی که مثلا بیای و در او بزرگان نزدیک شوی؟ بله. و ایره میدانی که شاید خودت یکی از بهترین اصلا اول میخوایم خودت از زبان خودت بدانیم که فریستایل و چی مانو. شاید وقتی میگیم فریستایل خیلی ها یک جای دیگه برن و بله. یک ذهنیتی دیگه برشون. بله، درست است. اول میخوام یک تعریف خودت از فریستایل داشته باشی برمون. بله، فریستایل فقط در فوتبال یا در این کاری که ما میکنیم نمیایه.
کاری که ما میکنیم فوتبال فری استایل میآید. بله. بعد فری استایل همین کارهایی که مثلا انجام میدن هر کسی شخصی تکی انجام میده. چی با مثلا باسکتبال فری استایلر هم هست درست. که در زمین باسکتبال فری استایل انجام میدن، یا فری استایل یک رقم رقصام هست که رقص میکنی او هم فری استایل است، فری استایل با دوچرخه هم هست، فری استایل پارکور میگه او هم هست. ما فری استایل بسیار در انواع مختلف داریم، اما ایرا فوتبال فری استایل میگه چون از فوتبال گرفته شده و بسیار نزدیک است به فوتبال و کل کارش هم با توپ فوتبال است. ایرا میگن فوتبال فری استایل، با زمان فارسی خودمان میگن حرکات های نمایشی. درست. تا میتونی مثلا با قسمت های بدنت حرکات نمایشی انجام میدی، با پا، با سر، با چشم، با گوش، مثلا حتی با دندان، با هر قسمت بدنت میتونی حرکات نمایشی انجام میدی. همین را میگن فوتبال فری استایل. بسیار خوب. موافق هستی بریم حرکات، به خاطر که مصدوم هستی اگر نه خود اینجا حتما برات میگفتم که یک حرکات نمایشی برای ما اجرا کن. انشالله قبول بود بده وقتی که صحتت کاملا خوب شد اینجا میای و برای ما و برای بیننده حرکات نمایشی انجام میدی. حتما انشالله ما در خدمت هستیم. بسیار تشکر. میریم میبینیم که عبدالله افغانی حرکات نمایشی که همراه تو انجام داده چه Easy now, no need to go down. Fuck that room, that bitch I went from. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Fuck that room, that bitch I went from. Hey, Saudi, call me when you want it. I give it to you tonight. Naughty, usually I ain't into pursuing, but hun, your body is like a shoddy explosive. When I approach it, I'm hoping I got you open. Let's go then. I am your doctor. I make house calls. I deliver in the middle of the night. I can give it to you right now, right there. We can do it wherever you like. And I will hit that. No, tonight in it. Touch it like a fist. I will leave you crippled. Don't play with me, girl. بسیار مقبول و زیبا بود. تشکر. فکر نمیکنم که یعنی من هر کاری هم که بکنم یعنی واقعا بتونم یک از حرکت ها رو انجام بدم. چقدر تمرین میکنید روزانه؟ خب قبل از اینکه من مصدوم بشم روزانه من دو وقت تمرین میکردم. به نظر من برای هر کاری صبح زود بهترین وقت است. صبح زود ما دو وقت تمرین میکردم خودم، یکی صبح زود تقریبا بعد نماز صبح که میشد دیگه ساعت 5 اینا تا 8 3 ساعت صبح تمرین میکردم و 3 ساعت هم عصرانه تمرین میکردم که کلا
خب اگه یک کمی از بریک و مثلا استراحت اینا بگیری کلا حداقل روزانه من 5 ساعت تمرین میکردم. در مدت چند سال مثلا تونستی که حرفه‌ای شوی؟ بله خب حرفه‌ای یک چند سطح داره. مثلا حالا ما هر رقم بازیکن حرفه‌ای داریم، بازیکنایی که مثلا شاید در لیگ افغانستان یا آسیا هستن اونا هم حرفه‌ای هستن، ولی ما حرفه‌ای تا حرفه‌ای داریم، حرفه‌ای آسیا داریم، آفریقا داریم، اروپا، آمریکا. خب خود حرفه‌ای کجا است؟ بله خب در ابتدا مثلا ما در یک سال، سال اول ما حرفه‌ای شدیم دیگه، میتونیم خودمون رو بگیم که حرفه‌ای هستیم، چون این احساسات مردم، شرکت‌ها اینا به ما داد، چون دعوت می‌شدیم، هر جا که دعوت می‌شدیم دیگه فهمیدیم که مثلا حرفه‌ای هستیم، به خاطر همین جای مختلف و همه جا دعوت می‌شیم. ولی خب بعد از گذشتن دو سال و نیم دیگه تقریبا خیلی سطح ما بالا رفت، مثلا هر جای دعوت می‌شدیم. ما با فیفا، خود فیفا دو سال ما کار کردیم، علاقه فیفا ما دو سال کار کردیم. در فیفا کلاب ورلد کاپ میگه که جام جهانی باشگاهی برگزار میشه، دو سال برگزار شد. و اونجا که میرفتی عبدالله، میخوام بدونم به حیث یک شخص افغانی اونجا میرفتی یا نه، به حیث یک مثلا یک شهروند افغان اونجا شرکت میکردی؟ خب من بسیار خوش شدم اول که این سوال از من پرسیدین، چون یک بغض بود در دلم. من خب افتخار میکنم الحمدلله که من همیشه هر جایی که رفتم، اول اینکه مثلا لقب من عبدالله افغانی است، در کشورهای پاکستان، افغانستان یا هندوستان، مصر، سعودی، امارات، ایجا که من میشناسم به نام عبدالله افغانی میشناسم. من در این مسابقات ها، نمایشا که میرفتم به نام عبدالله افغانی میرفتم، در لباسم می نوشتم که عبدالله افغانی. بعد در جاهایی هم که امکان داشت، چون همه جا امکان نداره که مثلا هر کاری، هر رقم لباس دوست داری بپوشی، شرکت هایی که تو را میخوان لباس او شرکت باید میپوشی، جایی که هم که امکان داشت یا در وقت جایزه گرفتن نه لباس میپوشیدم، دست لباسم پرچم افغانستان بود، او را خودم کلش خودم جور میکردم، هزینه و یا طرف طرف هر کاری که بود کلش خودم انجام میدادم دیگه. همیشه الحمدلله دستاوردهایم، افتخاراتم همیشه همش به نام افغانستان بوده، همیشه مثلا سعی کردم، کوشش کردم که نام افغانستان را بلند کنم دیگه، همیشه در همین کوشش بودیم و الحمدلله زنده بود افغانستان. بله زنده بود. هر کسی برای افغانستان کار مفید انجام میده. خب گپت ناتمام مون در مورد سطح حرفه‌ای بودنه. بله برای خاطر من یک دفعه اومدم داخل. بله. خب ادامه بدیم که خودت برای فعلا چه رقمی است، یعنی سطح آسیایی است، اروپایی است؟ بله. یا که جهانی است؟ خب من در نمیفهم، شاید بیننده ها اینا گینس ورلد ریکورد، جایی که مثلا ریکوردهای جهانی ثبت میشه. درست. ما چی گفتیم؟ حالا ریکوردهای جهانی گفتیم. من در اونجا دعوت شدم. به نظر من جواب من را باید همه گرفته باشن. من در گینس ورلد ریکورد دعوت شدم. اونجا من نمایش اجرا کردم در دبی مال، که بزرگترین مال دنیاست، مال اینجا مثل فروشگاه. ولی اونجا فرق میکنه، مثلا فقط فروشگاه نیست، هزاران انواع اقسام دیگه هم دارن. من در اونجا دعوت شدم و اونجا نمایش اجرا کردم و بسیاری از مردم های زیاد بودن، مثلا شاید نمیفهم بیشتر از 1000 نفر فقط بیننده آمده بودن که مرا اونجا تماشا کنن در دبی مول، چون از این بیشتر دیگه جا نداشتن دیگه. در گینس ورلد ریکورد من اونجا دعوت شده بودم دیگه، جهانی است اون، پس ما هم شاید تمام افتخار میکنیم برای که واقعا بودم. تشکر. کدام حرکت شاید خیلی سخت بوده و بیشتر تمرین کردید؟ بله همین حرکت را که شما در کلیپ دیدین، around the world میگه، همو حرکتی را که تقریبا در این، در فوتبال بعد از سال 2000 ما دیدیم، ما که رونالدینیو این حرکت مثلا همیشه انجام میداد، مردم ها مثلا فکر میکردن رونالدینیو این حرکت اختراع کرده، فوتبالیستا دلست. چون کسی با فوتبال فریستایل آشنا نبوده. بعدش این around the world میگه چرخاندن پا در دور توپ. در انگلیسی around the world اونا منظورش هست مثلا دوروبر دنیا. درست. چرخاندن در دوروبر دنیا. این حرکت یکی انجام دادنش خیلی سخت نیست، ما مثلا وقتی تمرین میکردیم به مشکلات مواجه شدیم، اما همیره دو دفعه پشت سر هم پاره چرخاندن در دور توپ بسیار خسته کننده است. حتی تا این حدی بود که مثلا من بعضی وقتا دیگه توپ شوت میزدم میگفتم دیگه نمیکنم، ها ناامید میشدم و مثلا گیو اپ میدادم میگفتم دیگه انجام نمیدم. اما نه، روز بعد که وقتی خب
ای احساس افغان بودن، ای غیرت افغان بودن که مثلا چند نفر می آمدن از ما امید داشتن، افتخار می کردن و وقتی مرا می دیدن خوشحال می شدن، همی باعث شد که نه من برگردم و همی کار را پیش ببرم و به طور حرفه‌ای مثلا بتانم همینا را پیش ببرم و الحمدلله جایی هم که رسیدیم الحمدلله خیلی خوشحال هستم. انشاءالله که همیشه نامت باشه، یعنی واقعا حتی در دنیا ما می داریم نامت هست و شاید افغانستان کمتر قدرت رو دانسته باشه. واقعا درست است. شاید میدونم که در خیلی جا رفتی و بسیار کار انجام داری در خارج از افغانستان. بله. در افغانستان متاسفانه شاید کمتر مسئولین در تو توجه کرده باشن. امیدوارم که بیشتر توجه کنن. میریم یک کلیپ میبینیم. بله. برمیگردیم و باز هم گپ بزنیم. حتما. واقعا مقبول، یعنی هر وقت حرکات رو میبینیم بیشتر تشویق بشیم که چی میگه پس پیری و معرکه گیری باز بریم و یه حرکات انجام بتوم، نه این فهم دست مشکنه پای مشکنه چه رقم، نه خدا نکنه انشالله که چی نمیشه. امیدوارستم شما و بقیه هموطنان و بچه ها دوستایی که ورزشکارا و کسایی که علاقه مند هستن به فوتبال همین کار را پیش ببرن و تنهایی کار شخصی است، نیاز مثلا به میدان فوتبال بزرگی یا مربی یا اینطور چیزایی ندارن. استعداد شاید بسیار نقش داشته باشه. بله واقعا استعداد مهم است، ولی خب من استعدادشو ندارم. نه شما دارین انشالله. عبدالله جان موزیک چقدر میتونه تاثیر داشته باشه که مثال توی حرکات انجام بده؟ بله 50% موزیک تاثیر داره. موزیک همونطور راک باشه قطعنه چطور است؟ اصلا باید آدم گیو اپ بده. خب شنیدم یک گپی را که نمیفهم تا چقدر صحت داره، چند کشور هستن که برای خودت میتونن مثلا اونجا تبعیت بتن و تو به حیث فریستایل و یا کسی که مثلا حرکات نمایشی رو در سطح کاملا حرفه‌ای انجام میده برای اون کشور، یعنی بری انجام بده و اونا بتونن حداقل هم یک سود دو طرفه و تو قبول نکردی. میخوام بدونم چرا قبول نکردی که بری در اون کشور مثلا زندگی بکنی و شرایط زندگیت خیلی بهتر باشه و به حیث مثلا تبعی او کشور بری کار انجام بدی و آمدی داخل افغانستان و من اطلاع دارم که اوقدرم شاید مسئولین یعنی کار انجام نداده باشن. خب
واقعا سوال جالبی است. من از دو کشور پیشنهاد داشتم، یکی از کشور ایران و یکی از کشور هند. از خب همونطور خودتان خیلی خوب میدانین برای قبول کردن تابعیت فقط این نیست که یک پاسپورت بگیری. پاسپورت هیچ معنی فقط نداره، با پاسپورت همه چیزا، مثلا همه امکانات 100% برای انسان مهیا میشه. مثلا همونطور که شما در همه جا میبینین فوتبال بازیکن از یک باشگاه که در دیگه باشگاه انتقال میکنه، همه چیزاشون آماده است. خب رد کردن این پیشنهادا خیلی اسباب داره. مثلا یک چند تاش من برای شما میگم. یکی ای بود که مثلا من اولین کسی افغانی هستم، مثلا اولین افغانی هستم که در خط فوتبال فریستایل آمدم و به زودی خیلی رشد کردم در مسابقات، در نمایش‌های بسیار بزرگ با فیفا. مثلا ما از 4 کشور مختلف دعوت شدیم، اسپانیا، برزیل، انگلستان، لبنان، در اینجا دعوت شدیم در گینس ورلد ریکارد اشتراک کردن به حیث یک افغان که 50% همین نام افغان که با ما بود مثل یک پشتیبان بود. درست. یک کوهی بود برای ما که هیچ وقت ما رو نمیذاشت، اجازه نمیداد که ما مثلا باخت قبول کنم، به این راحتی مثلا گیو اپ بودم دیگه. خب وقتی پیشنهاد آمد از او از بچه از ایران که بودن، اونا وقتی پیشنهاد دادن من خندیدم، گفتم که استاد محترم، گفتم خیلی افغانی ها در افغانستان وقت من آمده، گفتم خیلی افغانی هستن که اینجا مرا میشناسن و من افتخار میکنن، از من امید دارن. من گفتم چطوری میتوانم که مثلا برم دل اونا رو بشکنم و یک کار بسیار اشتباهی بزرگی را کنم، برم به جایی که مثلا کاری را بکنم که افغانی ها از من خوشحال باشن، افتخار کنن، هر جایی که مثلا ما را ببینن خوش شون که والا یک افغانی هم هست که در بخش فوتبال فریستایل است، با فیفا و با گینس ورلد ریکارد با اینا علاقه داره، با اینا کار کرده، با شرکت های بزرگ کار کرده، ما را ببینن خوش شون، افتخار کنن. همینطوری هم شده. بعضی جا وقتی نمایش انجام میدادم افغانی ها میمدن، وقتی میفهمیدن افغانی هستم اشک از چشمهایشان میریخت. اونا این احساس داشتن، این احساس دارن. در هند من وقتی در برنامه گینس ورلد ریکارد اشتراک کردم، در دبی وقتی اشتراک کردم، یک هندی آمد این درخواست از من کرد، گفت میبرمت هند و دیگه بقیه همین چیزایی را که گفت. خب من رد کردم. تمام امکانات، بله 100% تمام امکانات هست. هیچ کس هیچ وقت ایرا نمیگه که مثلا بیا فقط پاسپورت ما را بگیر به نام این کشور بازی کن. من افغانی هستم و همیشه خواستم که افغان باشم، افغان بمانم. من نرفتم به نام ولایت خود بازی کنم. من از قندوز، از امام سپاسم، نرفتم بگم که عبدالله قندوزی. هستن بعضی مثلا نام ولایت خود میذارن، نام یا نام رسوالی خود به اون نام مشهور میکنه خود. من به حیث یک افغان نام افغانستان روشن میکردم، هر جا میرفتم افتخار میکردم که یک افغانی هستم. نام افغانی رو به جای نام فامیل خود کلمه افغانی رو ماندم. این من احساس داشتم، وطن دوستی رو داشتم، میفهمیدم که مثلا چقدر اثر میذاره سر مردم. هم در امارات به خدا یکی از بچه ها بود در سعودی بود، برنامه مرا در تلویزیون NBC دیده بود، NBC جهانی است، همه میفهمن. او میخواست از سعودی بلند بشه بیه امارات که مرا ببینه. او احساس داشت، اما متاسفانه با تأسف بسیار زیاد در افغانستان دیگه او حرفا او چیزی نیست. من از این که مثلا شاید بعضی وقتا واقعا ناراحت میشم، میگم من رسه کنم من چی کار کردم به نام افغانستان همیشه بازی کن؟ مگه پشتیبان داشتم؟ مگه خرج خوراک من را افغانی ها میدادن یا دولت افغانستان میداد یا کسی مثلا شخصا میداد؟ نه، لباس درست میکردم، هر کار میکردم. اون هم دبی است، همه چیزا شما میفهمید که اونجا هزینه چطور است. همه کار را خودم میکردم، 3 سال پیش بردم به نام افغانستان بازی میکردم. افغانی 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 هر جا. ایرانی ها کلمه افغانی یک فوش است برایشان، کلمه بدی است، کلمه مثلا تمسخر است. با تمسخر یک افغانی را که صدا میکنن او به افغانی خیلی برمیخوره. من همون را به نام خود گذاشتم که افغانی خود ما خوشحال شد و افتخار کنن برای من، این احساس داشته باشن. اما متاسفانه که اینطور هیچ گپی نیست، اونطوری که مثلا من امید داشتم یا توقع داشتم از مردم
یا از دولت یا از فدراسیون یا المپیک 1% هم اونطور چیزی نیست. واقعا بسیار ناامید شدم، خیلی زده شدم که کلا دیگه از فریستایلم کنار گذاشتم، دیگه نمیخواستم فریستایلم حتی انجام. تا این حد رسید که حرفه ما چیزی که دخونم است، زندگیم بود با همو، بعد از هر نماز با همو فریستایل ما شروع میکرد. بعض نماز عصر ما میرفتیم فریستایل انجام میدادیم، کار را که ما روزانه دو وقت انجام میدادیم، دیگه شغلی ما نداشتیم. همو را میخواستم بذارم کنار، چون افغانستان به مزر بزد، این مردم افغانستان به مزر بزد، این دولت، این فدراسیون، این المپیک، دیگه همین حرفا همین چیزا است دیگه. خب تشکر از شما که این سوال از ما پرسیدین و من تانستم با هموطنان خود. ولی من یک چیز دیگه میخوام بگم، مردم عام واقعا ایرا حقیقتش میگم، راستش میگم، مردم عام افغانستان خیلی خوب هستن. مثلا من هر جا میبینن او استقبالایی که میکنه، من یک چیز رو با شوخی دمامایم گفتم من خسته شدم دیگه، چون هر سفری که من از کابل میرم قندوز، از قندوز میام کابل، خودم معرفی نمی کنم. بعد خب میشناسن، میگن که جای دیدیم اینا. دمامایم با شوخی گفتم هر ده هر سفر من گفتم نان چاشت من گفتم مفت است، گفتم اونا مرا میشناسن دیگه، دعوت میکنم، به هیچ عنوان نمیذارن. مردم آن افغانستان، فقط به خاطر اون نمیگم، هر جایی که میبینن واقعا احترام دارن، واقعا این احساس دارن، اما از نظر دولت یا کسایی که در چوکات هستن و باید این کار را انجام بدن و کمی کمک کنن که این کار را ما بتونیم به طور حرفه‌ای، به طور رسمی در افغانستان پیش ببریم. چرا نه، در همه کشورها هست، پاکستان و هندوستان که اصلا فوتبالشان خیلی از نظر افغانستان پایین هستن، اونا دارن، پس ما چرا نمیتونیم این کار را پیش ببریم؟ چند دقیقه وقت داریم؟ تصور یعنی کم کم هم در آخر برنامه نزدیک میشیم، دو دقیقه وقت داریم. اما این مردم هست بله که عشق مته برای ورزشکارا، امید مته و باور کنن و دلگرمی، همین رو باور دارم که مثلا من دوباره امیدوار شدم دیگه، گفتم از مظلومیت انشالله که برآمدم دیگه، باز یک پروگرامای گذاشتم انشالله که او کار را انجام بدم، نه شاید به خاطر کسایی که در چوکات هستن و از کسایی که شاید من گله کردم، برای مردم من این پروگرام دارم، چون وقتم کم است بذارم همین حالا بگم بهتر است. او جوانایی که علاقمند هستن، کسایی که دوست دارن این کار را پیش ببرن یا دوست دارن من را از نزدیک ببینن و یاد بگیرن یه چیزایی از من مستفید شن، من در خدمتشان هستم. ولی این کار تنهایی نمیشه، تنهایی اصلا یک کار هم نمیشه، و چی برسه که در یک افغانستان میخوای یک رشته را بچرخانی، در مردم برسانی ایره، آشنایی بیشتر شون. خب من پروگرام آینده هم همین است که همون در اول که گفتم شیر که دو قدم پس میره، دیگه پروگرامم این است که انشالله در بسته 34 ولایت افغانستان در هر ولایت برم نمایش اجرا کنم، یک چند روزم اوجا باشم، بمانم و جوانا، علاقمندا، کسایی که دوست دارن به اونا یاد بتم، تا که یک شخص افغانی هم از من گیله نداشته باشه. من در هر خانه تک تک خانه خو رفتن نمیتونم یا در تک تک رسوالی، پس اونا آماده باشن انشالله، دنبال همین کار بگیرن، به زودی انشالله خواست خدا باشه ملاقات میکنیم. تشکر میکنم از عبدالله افغانی، آرزوی صحتمندی و موفقیت دارم برایشون و برای تک تک ورزشکارای وطن، و انشالله که مسئولین هم بیان و واقعا دست به دست سکری خود بتونیم کم کم کسایی که احتیاج دارن و کار میکنن برای افغانستان حداقل در جای بسیار خوب برسن و ناامیدی از نا دور بکنن. در بخش دوم برنامه مرا تنها نمانید، اول میریم وقفه و بعد خبرهای ساعت 10 بجه و باز هم من و شما